مهمان امشب ما آقای حسن تبار خواهند بود، نوازنده برجسته سنتور که از کشور فرانسه با آمریکا سفر کردند. ایشون در کشور فرانسه در دانشگاه سوربن مشغول طی کردن دوره دکترای خودشون برای ساز سنتور هستن و من خیلی خوشحال هستم که میتونیم با ایشون راجع به این ساز بسیار قدیمی و سنتی، شاید بتونم بگم ایرانی، صحبت بکنیم. آقای تبار درود بر شما، سلام میکنم بهتون، مرسی از اینکه با ما هستید. منم سلام میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید برای این برنامه. اول لطف میکنید اصلا توضیح بدید چرا شما علاقمند به ساز سنتور شدید، چطور شد این ساز رو انتخاب کردید و به دنبال این ساز حرکت کردید؟ به هر حال هر کسی در دوره زندگیش، به خصوص دوره نوجوانی و کودکیش، عاشق یک هنری میشه و من هم عاشق موسیقی شدم و به وسیله شنیدن صدای این ساز و از دوران کودکی که شروع به نواختن این ساز کردم، هنوز هم صدای این ساز به اصطلاح تمام بدن منو میلرزونه و قلقلک میده. جالبه، لطف بکنید اصلا توضیح بدید این ساز واقعا اصلیتش مال چه منطقه‌ای هست، چگونه به وجود اومده، تاریخچه‌ای واسه هم براش وجود داره؟ اصلا که اولین مسئله این که این ساز وارد موسیقی ایرانی تقریبا در اواسط قرن 19 شد، وارد موسیقی ایران شده به شکل شمایلی که همینطور هست که منم امروز این ساز را آوردم خدمت شما. ولی در کتاب، در کتاب‌هایی که توسط جهانگردان اروپایی نوشته شده، اشاره به این ساز در قرن 17 میشه، یعنی در زمان صفویان، و در یکی از قبرستان‌های جلفا هم سنگ قبری پیدا کردن که این نوازنده ارمنی در حال سنتور زدن هست. این سنتور شبیه همین سنتوری که هست تا قرن 17. ولی تاریخ اصلی این ساز بر ما معلوم نیست. اول اینکه یک سازی به نام سنتریون در اروپا وجود داشته تقریبا 164 قبل از میلاد مسیح، که این ساز از منشأ یونانی داشته، چون سنتریون به معنی یونانی یعنی لرزاندن سیم‌ها روی یک میز. این ساز بعدها در اروپا به نام دولسیمر مشهور شده. معمولا مورخین یک اشتباه میکنن بین دو تا سازی که در این طرف بوده به نام خانون و سنتور و این ساز سنتر یا سنتریون. جالبه اینه. ولی نام سنتور کلا در کتاب فارابی در قرن دهم به اصطلاح ما پیدا نمی کنیم. سازهایی هست که به اصطلاح شبیه سنتور بوده، بیشتر شبیه هارپ بوده، ولی دو تا عکس، دو تا نمودار تصویری هستش در کتاب به اصطلاح صفی الدین ارموی روی رساله های خطی قدیمی که در قرن 12 بود. و کلن مورخین زیادی که به اصطلاح راجع به این ساز صحبت کردن معمولا اشتباه کردن، ولی به هر صورت ما راجع به این ساز از قرن 17 به بعد به اصطلاح مدرک داریم و وارد شدنش هم تو موسیقی ایرانی همونطور که خدمت شما گفتم از قرن 19، اواسط قرن 19 بوده که بزرگترین نوازنده اون دوران هم سرورون ملک، رئیس به اصطلاح نوازنده دربار ناصرالدین شاه. این که میفرمایید وارد ساز یا موسیقی ایرانی شده، منظورتون اینه که دیگه فراگیر شده، ازش همه استفاده میکردن یا مدارک و مشاهداتی وجود داره؟ نه، اولی مسئله این که خب این جهانگردانی که از این ساز نام بردن بیشتر در مراسم مهمانی و عروسی که وجود داشته از این ساز نام بردن. موسیقی ما که به اصطلاح با تاریخ درخشانش، ولی خب موسیقی که الان داریم به نام موسیقی دستگاهی یا موسیقی ایرانی به اصطلاح ازش نام میبریم، در اواسط قرن 19 هم به اصطلاح درست شده و اون کدهای اون معلوم شده. یعنی نظام دستگاهی ایران که از زمان صفویه به اصطلاح شروع میشود، در زمان قاجار به همین صورتی که الان هست به وجود میاد. و وقتی که میگم وارد موسیقی ایران شد، یعنی وارد دسته های موسیقی سنتی ایران شد. چون همونطور که شاید همه بدونن که ساز ملی ما تار بوده، یعنی در اصل تار و ستار و این ردیف موسیقی ایران برای تار ستار نواختش به اصطلاح نوشته شده، ولی سنتور بعدها جایگاه بزرگتری در به اصطلاح گروه های موسیقی ایران به وجود به دست میاره، به خصوص بعد از به اصطلاح استاد سبا که اولین رپرتوار این ساز رو برای این ساز تدوین میکنه، بعد
استاد پایور که تمام به اصطلاح رپرتورای جدید هست و تمام قطعات موسیقی که برای سنتور نوشته شده تألیفشون میشه. یه نکته بر من جالب هست صاحب تبار، اگر میشه این رو بهش اشاره بکنی. شما خب دارید در دانشگاه سوربن دورای دکترای خودتون رو سپری میکنید و اصلا موضوع و سوژه اصلی هم همین سنتور هست. یه مقدار توضیح میدید چگونه است وقتی شما درس موسیقی میخونید واسه یه ساز شرقی، حالا به نوعی که شما گفتید اگر بخوایم قبول کنیم، در یه مؤسسه یا سازمان آموزشی غربی؟ عرض شد که همونطور که خدمت شما گفتم، از کودکی من با این ساز زندگی میکردم و دوست دارم این ساز، و بنابراین تمام فکر هوش من هم از دوره بسیار جوانی این بود که آیا این ساز تاریخش چی بوده، اولا این ساز چطوری باید یاد گرفت و آیا دستوری برای این ساز هست. و تمام اینها باعث شد که از اول روزی که تحصیل موسیقی شروع کردم به این نقطه‌ای که الان هستم میخواستم برسم، به طوری که لیسانس من راجع به سازهای به اصطلاح ضبط‌های قدیمی بود که در ایران وجود داشته، بعد از طرف دیگه فوق لیسانس من راجع به رپرتوار سنتور بوده. بنابراین بیشتر از لحاظ متدولوژی و تاریخی هست که به خاطر اینکه خنده‌دار هست که تو اروپا که آدم سنتور نمیره یاد بگیره، ولی بیشتر از لحاظ متدولوژی و اینکه متد تحقیق من یاد میگیرم که با اون متد تحقیق بتوانم به اصطلاح ثابت کنم و بفهمم که آیا یه مکتب سنتور اصلا ما تو ایران داریم یا نه. اگر داریم این کجاست، این مکتب آیا یه قبلا مکتبی بوده از بین رفته، و خلاصه بفهمم که این موقعیت این ساز در کجاست در مملکت ما. چقدر این فعالیت ها به نظر شما میتونه مؤثر باشه که این فرهنگ، این ساز، حالا تمام فعالیت های گذشتگان این جاودانه بشه، حداقل آثاری ازش باشه، به یه صورتی آیندگان بتونن بهتر به تحقیق و مطالعه بپردازن، این میتونه مؤثر باشه از دید شما؟ اشاره که خب این چیزی که هست، تمام این تحقیقات در هر سطحی، در سطح کوچک یا بزرگ، میتونه به اصطلاح خیلی مثمر ثمر باشه. الان ببینید در کلن در تاریخ موسیقی ما معمولا قرن 16 تا 19 یه نقطه تاریکی هست توی موسیقی ایران که ما اطلاع نداریم واقعا بر سر موسیقی چه آمد. از لحاظ تئوریک خیلی ضعیف بودیم، از لحاظ عملی هم نوازندگان بزرگ و اصیل و روحانی وجود ندارند بینشون، شاید هم وجود داشتن ما نمیدونیم. الان تمام اکثر دانشجویان موسیقی در کشور خود ما تمام میگردن که این نقطه تاریک این سه قرن پیدا کنن، ببینن اون موقع موسیقی ما به چه صورت بوده، و همه اینا به هر حال کمک خواهد کرد که موسیقی که جز هویت ملی ما هست کمک میکند که به این هویت ما دست پیدا بکنیم. و اینکه بعضی در تاریخ بعضی موقع ها ضعیف شده، بعضی موقع از بین، بعضی موقع کمرنگ شده، ولی شما از بین نرفته و همیشه با ما هست تا موقعی که انسانیت وجود داشته. آقای تبار، در این وضعیت خاصی خود ما الان داریم زندگی میکنیم به خاطر شرایط مخصوصی که ایران داره، حالا میتونه مسائل سیاسی باشه یا هر موضوع دیگری، اصولا موسیقی مقدار مظلوم واقع شده، و از طرف دیگه میبینیم که در یه جهانی داریم زندگی میکنیم شاید تاثیر موسیقی غربی تو خیلی جاها غالب شده یا خودش رو نشون داده. اما این نکته جالبه که خیلی از جوانها در ایران علاقمند شدن به استفاده از سازهای ایرانی، حالا سنتور، خیلی چیزهای دیگه، تار همونجور که شما اشاره کردید، سه‌تار، و این علاقمندی خب بقیده بسیاری نکته ایه که میتونه آینده موسیقی ایرانی رو بیمه بکنه به عبارتی. نظر شما چی هست تو این زمینه، علاقه جوان ها به موسیقی؟ اصلا که اولین یه مسئله که خدمت شما عرض کنم که خب تاثیر غرب فرمونه، تاثیر غرب تو موسیقی ایران از زمان مشروطه است و هنوز این تاثیر وجود داره و این تاثیر از بین نرفته. یه مسئله بگم شاید جالب باشه برای شما، برای اولین بار در تاریخ مملکت ما هست که موسیقی دان